بله. این خط آهنی است که سپاه کشیده، از گرگان میاد میره جمهوری ترکمنستان، شاید چیزی قریب 40-45 کیلومتر. این بخشش حضرت سپاه این رو کشیده. ولی میخوام یه چیزی رو به شما بگم، بیایید اینجا. این خط آهن به بدترین شکل و بدون این که کارشناسی بشه، بدون این که مطالعه بشه، فقط کشیده شده. اگر یک ذره هوشمندی یا خردمندی در پس کله آقایون بود، هرگز آقلا زیر آب نمی‌رفت. این خط آهن عامل به هم ریختن اوضاع زندگی مردم آقلا است. این خط آهن اگر نبود، دریا آب اگر می‌آمد می‌رفت به دریا. ولی این خط آهن مثل دش، مثل یک سیلبند عمل کرده و اونجایی که خردی در کار نیست، برای این خط آهن پایین دست عاقلا اصلا پلی تعبیه نشد. یه دونه پل اینجا هست، از این پل ها باید 300 تا 400 تا بود، ولی الان یه دونه هست. ارتفاع این خط آهن رو ببینید، یه چیزی قریب 2 متره، یعنی 2 متر آب، دریایی از آب اینجا انبار شده در یک درازای بزرگ. و بعد این آب بالا آمده زده رفته تو خونه مردم عاقلا. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه در تمام این مسیر اصلا به فکرشون نرسیده که زیر این خط آهن پل بگذارن. پس عامل اصلی این ویرانگری آقایون سپاهیان هستن که اصلا بدون این که خردی داشته باشن، بدون این که تخصصی داشته باشن، لقمه های گنده رو برای خودشون برمیدارن و در مناقصه ها و پیمان ها بدون این که به رقیب فرصتی بدن که تخصص خودشو برداره بیاره، اون لقمه رو برای خودشون برمیدارن. و این رو شما تسری بدید به کلیه مواضع علمی و تخصصی کشور که سرداران سپاه این کشور رو دارن میبلن. من این رو دارم میگم آهای سرداران، در تک تک اشکایی که مردم عاقلا ریختن، در تک تک اشکایی که مردم شیراز ریختن، در هر کجا شما سهیمید، شما در این جنایت ها و خیانت ها سهیمید و حتما یک روزی به این خیانت های شما رسیدگی خواهد. این خطا همیشه همینجوری رفته، یعنی شما قد من رو در نظر بگیرید، باز هم بالاتر اینجا آب بوده. و بعد از 7 روز سردار جعفری میاد، منت میگذاره، دستی به آب میزنه و اجازه میده که چند نقطه از این رو بشکافن که آب انبار شده به راه خودش بره. اگر این خط آهن خردمندانه طراحی شده بود، آب زندگی مردم عاقلا رو بر نمی داشت. همین الان هم آب تو زندگی مردمه، خاطر این که شهرسازی اصولی داره عزیز من. شما وقتی این اصول رو رعایت نکنید، باید منتظر این حادثه ها باشید. من قبول دارم که میزان بارندگی زیاد بوده، ولی به ازای زیادی بارندگی یک ذره شعور به من نشون بدید که از مسئولین، از سرداران سپاه دیده شده باشه که بگه ای آسمان، به میزانی که شما آب باریدی، ما هم یه ذره خردمندی به خرج دادیم. این
تمام درازای خودش به صورت یک دریاچه آب رو پس رانده.